GS-H2 رو روش های متفاوتش در تغییرات داخلیش و اینکه در صحنه اصلی کار میتونه چه شرایطی پدید بیاد که موجب شه اپراتور هدف اصلی رو درست تشخیص بده. البته برای صحنه اصلی کار مهم اینه که همه روش ها درست پاسخ بدن. خب اینو بارها گفتیم، برای اینکه در صحنه اصلی کار امکان داره شما حتی تصویر همشکل هم نوع بگیرید یا تصاویر متفاوت بگیرید. این فیلتر آنالیزه که برای صحنه اصلی کار در روش های گوناگون مشخص میکنه در اون محدوده ای که تصویرگیری کردید در صحنه اصلی کار هدف اصلی واقعی است یا منابع دیگه است. خب این توانمندی مدار و خود نرم افزار و نوع برنامه هاش طبق اصول علمی و پایه‌ایه. حالا بعضی تغییرات استثنایی هستند که توضیح هم داده شده و بعضی تغییرات داخلی در روش ها ویژگی های خاص خودشونو دارن. خب اونم دیگه اپراتور به اختیار میتونه دست بزنه. برای این تصویر روش GS-H2 مد نظره. یه روشی که در صحنه اصلی کار کاربرد داره و بعد ببینیم که به چه صورت میشه هدف اصلی رو جدا سازی کرد، چون این تصویری که اون تصاویری که حالت استثنایی به هم چسبیدگی دو قلوه ویدیو قبل از تصویرگیری رو داره با ترشولد 45 در 280 حالا یا 95. خب میریم از روش GS-H2 بهره میبریم. ویدیو 55 ترشولد 45 تصاویری که ایرادات خاصی داره و امکان داره شما باش برخورد بکنید و در صحنه اصلی کار موفقیت آمیز بوده یا شبیه عواملی از یک هدف بوده ولی موفقیت آمیز نبوده رو توضیح میدیم، که حالا این فقط الان روش GS-H2 شه. امکان داره تصویری هم شکل هم نوع اینم ببینید، متعلق به شما باشه، در روش های دیگه به هیچ وقت پاسخ نده. این شرایطی که توضیح داده میشه برای GS-H2. ویدیو 55 ترشد 45 اوتوران رو میذاریم، R1 GS رو انتخاب میکنیم، P100 CL و CM میکنیم، H2 رو انتخاب میکنیم، تیک تیپش نمیاد. خب یه بار دیگه انتخاب میکنیم، اگه اومده بود بار اول زدیم نیاز نبود بزنیم، دوباره میزنیم میاد. میریم رو P100. خب هاتراک رو انتخاب میکنیم، P100. ببینیم مثلا در این حالت عمومی اولیه 55 رو داریم با اینکه روی 205 چون ابتدای امر کار دیگه، در 280 یا 95 مهمه که آیا ما 55 رو داریم الان در حالت اولیه عمومی GS-H2. تو 280ش هم نداریم. حالا میگیم شاید عواملی باشه که مجبور شیم از روش دومش بهره ببریم، بعد تیک تیپ پلاتین رو انتخاب کنیم. خب تیک تیپ پلاتین رو انتخاب میکنیم، P100 رو میزنیم، میبینیم در اینجا 55 داریم، در اینجا هم داریم. این یه ایرادش اینه که این یه پیوستگی به هم داره. این 96 اینجا هم داریم، 91 و این کدار هم داریم، ما حالا کاری به اینا نداریم. ما الان داریم روی 55 ها بحث میکنیم، چون این ویدیوهایش 55 ترشولدش 45 بوده. ببینیم وقتی ویدیوهای 55 اون عدد ویدیوهای قبل تصویرگیری مد نظره، اون اعداد دیگه ای که مثل اینجا 90 و 91 و هر کد دیگه ای میاد اگرم به یه هدف مورد نظری یا یه فلزی نزدیک باشه، اینا دیگه تقریبیه، روش نمیتونیم زیاد حساب باکنیم. و اینکه تصاویری هم هست شبیه همین تصویر که برای ویدیوهای 95 بوده، خیلی هم همشکل هم دیگه هستن، ولی در صورت این ویدیوهای 55 ترشولد 45 بوده. خب حالا ما این دو تا 55 رو داریم، پلاتین هم انتخاب کردیم دیگه. حالا میگیم اینا اگه به هم پیوستگی داشته باشن ما پول تب هم ورداریم که منابع اضافه یا اون میدانهای دیگه که خب به صورت علمی بازتاب میشن به طور طبیعی، سیستم میگیرتشون میاره، بازم این پیوستگی هست یا از هم جدا میشن. این دوتا 55 که مربوط به صحنه اصلی کار ویدیو، اینا موارد ریزیه که باید همه رو بگیرید، ولی مهمه تکرارها در تصاویر برای اینه که متفاوتن از خیلی از موضوعات که شاید توجه به اونا موجب شه که تو صحنه اصلی کار برخورد کردید شما بتونید خوب تشخیص بدید. پول تب را حذف میکنیم در اینجا،
البته یکی از دلایلش اینه که پلاتین رو انتخاب کرده بودیم، ولی نکرده بودیم هم این کار رو میشد بکنیم. پی 100 رو میزنیم ببینیم آیا 50 و 50 سر جاشون میمونن و جدا میشن. این 55 اینجاست، این 55 هم اینجاست. خب این حداقل یه ذره به مرکز نزدیکتره، این که فاصله گرفته، ولی روی خط مستقیم عمودی و افقی نیستن. اینم خب یکی از ایراد تصاویری که خطای اپراتوری در صحنه اصلی کار یا هدف در عمق خیلی زیاده یا مسائلی از منابع فلزات آلیاژی، بازتاب برگشت‌ها یا جریان‌های متفاوتی که بارها گفته شده دلایل گوناگون داره. خب این در دیوی 80 شه. در دیوی 5 هم که ربطی به ترشولدمون نداره، که ما ترشولدمون 45 بوده، بازم یه 55 داریم. خب ما فقط پول تبر اینجا حذف کردیم. خب چون پلاتین رو ما انتخاب کردیم در اینجا در دیوی 80، ما اومدیم دو تا ویدیو قبل تصویر گیری با ترشولد 45 گرفتیم. عملا حذف تیک تیپ ویدیو قبل تصویر گیری زیاد مد نظر نیست، چون صحنه اصلی کار سیگنال قویه. خب چون پلاتین رو گفتیم انتخاب کردیم، میتونیم بریم سراغ حذف تیک تیپ هاتراک. میریم هاتراک رو حذف میکنیم، با اینکه روش های دیگه ای که از این نوع تصویر دیده بودید، حالا هم شکل این یا در شکای دیگه که هم شکل و هم نوع بودن، ما هاتراک رو حذف نمی کردیم. اونا در جریان سیگنال ضعیف هم بودن، چون خیلی به هم شکل رو نزدیک بودن. هاتراک رو حذف می کنیم که خب چون پلاتین رو انتخاب کردیم این اجازه رو تا اینجا داریم. پول تبع هم حذف ها تیک تیپش. پی 100 رو میزنیم. آیا 55 باقی میمونه؟ بله 55 در اینجا باقی میمونه. ببینیم در دیوی 5 چه اتفاقی میفته، چون ما یه 55 در این محدوده داشتیم دیگه نداریم، میره. پس معلومه این سیگنالی که برای ما در دیوی 80 اومده خودش شرایط ویژه یک هدف رو میتونه داشته باشه، با اینکه نواقصی داره. البته این گوشه هم ما یه دونه 55 داریم، این هم در نظر بگیرید که الان این دوتا توی یه مسیرن. ببین اینا رو دونه دونه میگیم که بدونید به چه شکل. امکان داشت شما تصویری داشته باشید که این نباشه. دلایل ایرادات رو میخوایم بگیم و نوع کاری که شما دارید انجام میدید. خب این با هاتراکه الان اینجاست. ببینیم هاتراکه رو برگردونیم پی 100 رو بزنیم، این بازم 55 میمونه. اینا تفاوت هایی که ما میخوایم در نوع لکه رنگ ها بگیم. البته اگه این هاتراکر رو میوردیم این میرفت، چون هاتراک رو حذف کرده بودیم، این میرفت مهم نبود، میگفت یه منبعی بوده شبیه اونه، چون درست عکسش هم قابل اعماله دیگه. اگه شما نداشته باشی ویدیوهای قبل تصویر گیریتون رو تو تمام روش ها در صحنه اصلی کار یا در اینجا اصلا، این روش جی اس اچ 2 رو رفتیم، ولی هاتراک رو حذف کنیم یو ظاهر بشه 55، خب اونم خطاست، چون منبعی مخالف هدف مورد نظره. پس تا اینجا همه این موضوعات رو دونه دونه توضیح دادیم برای تصاویر به هم پیوسته ای که خیلی جاها دیدید گفتیم هدف نیست، ولی در اینجا این شرایط نبوده. با اینکه این دوتا به هم چسبیدن ها، ما پول تبر رو بر میداریم پی 100 رو میزنیم، میره اون اضافه ها و اینا از هم جدا میشن، به خصوص این از این جداه. خب بازم این چسبیده به اینه، ولی خب روی خطه، ولی این با این روی خط نیست. اینم خب اشکال کار اپراتور بوده در اونجا، اینو زیاد نمیتونیم نقصی از خود تصویر بگیریم، اشتباهی بوده که اپراتور کرده بوده دیگه، حالا در گام برداشتنش بوده یا در هدف در عمق زیاد. پس تا اینجا همه مراحل GSH2 رو با انتخاب تیک تیپ پلاتین که میشه روش دوم GSH2 پیش رفتیم. حالا همه اینا در روش اولیه عمومی GSH2 بدون انتخاب پلاتین انجام میشه، مطلبی هم نداره. همه این روش ها رو میتونید برید، ولی پلاتین رو دیگه نیاز نیست انتخاب کنید، ولی اونجا دیگه هاتراک رو حق ندارید در روش اولیه عمومی GSH2 که بدون انتخاب پولتب دو قلوه 55 تو صحنه اصلی کار میاد حذف کنید. عمدتا بعد بیاید ویدیوهای قبل از تصویرگیری رو حذف بکنید در روش اولیه عمومی
GS3H2. اینجا روش دومشو چون پلاتین رو انتخاب کردیم، دست به ویدیوی قبل تصویرگیری نمیزنیم، هات راک رو حذف میکنیم. اینا همه برای اینه که شما تمام روش ها رو به شکل های گوناگون و نحوه کارهای متفاوت به دست بیارید و آشنا بشید برای تصاویری که در صحنه اصلی کار هستن، هم شکلن، هم نوعن، هم ترکیب هستن، یا اصلا تفاوت دارن، یا اصلا ویدیوهاشون یه شکله، یا ویدیوهاشون متفاوت هستن. شما شاید ویدیوهای 95 داشته باشید، عین این تصویر رو بیارید، کدش دیگه اونجا باید بره توی 95 انتخاب تیک تیپش مد نظر باشه دیگه، دیگه نباید از 55 استفاده کنید، 55 رو میتونید حذف کنید حتی برای جایی که ویدیو 95 تشویق 45 دارید در روش GSH2 به طور مثال. اینا موضوعاتیه که باید شما بدونید تا بتونید اون هدف مورد نظرتون رو مورد بررسی در صحنه اصلی کار قرار بدید. زمان تمرین بارها گفتیم ویدیو 45 تا 65 میتونه بیاد، میتونه لکه رنگی گوشه بره، اصلا برای ویدیوهای 95 میتونه 80 تا 95 بیاد، تمرین لکه رنگو میتونه با عدد ویدیوهای متفاوت بیاد، ولی در صحنه اصلی کار اینچنین نیست. همه روش‌ها باید پاسخ و درست و صحیح و دقیق و بدن تا اپراتور بتونه اون هدف اصلیش از منابع دیگه تشخیص بده. این اصول اولیه کار تصویرگیری برای مشخص کردن عملیات در صحنه اصلی کار. ما در این روش رفتیم که بخوایم موضوعات رو مطرح کنیم در روش GSH2A در مورد این نوع تصویر، حالا تصاویر دیگه یا تصویر شکل این یا خود این در روش های دیگه پاسخ نده، دیگه هدف رد شده است، ولی اینجا مطلب روش GSH2 بود برای مطالب ریزی که امکان داره اصلا در جاهای دیگه ای به کار شما بیاد یا در تصاویر دیگه. اینا مطرحه برای صحنه اصلی کار که یاد بگیرید و پیاده بکنید، دیگه وقتی برای تمرین نذارید، بلکه با دیدن اینها انواع آموزش های دقیق و صحیح رو برای صحنه اصلی کار بتونید پیاده کنید تا عامل موفقیتتون افزایش بدید.